و اگر سرود من خونده شد، اگر سخنان من به شکل سرود خونده شد، ساکت بشید و قلبتون رو حاضر کنید و تأمل کنید. قرآن میفرماید اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اینها راجع به خودشون این حرفا رو میزنن. اون چون سخن خداونده، وحی خداونده، اینا چی؟ برای که اینها سخنان خود را نوعی وحی الهی میدونن. مشکل اینجاست، مصیبت اینجاست. و وقتی که شما سخنان منو میخونید حرف نزنید، خشوع پیدا کنید، برای که روح من در میان شماست و دو ملک فرشته صالح هم همراه روح منه. اینا ادعاهای پوچ و گزافی است که صوفیه و عرفا با این ادعاهای پوچ و گزاف ابزار دست ابلیس شدند و مردمان را به سوی ابلیس سوق دادند. و سخنان منو قطع نکنید و کاملا اونو حفظ کنید. حتی اگر از آنم شنیدید حرف من را قطع نکنید، همطور شعر بخونید، مگر اینکه بر مؤذن تشویش کنید که اون موقع یواشتر بخونید. ای برادران من، کسی که سرودهای من اونو تکون نده، طبعش غلیظ شده و مزاجش فاسد شده، درش یک نوزاد، درش یک میل یهودی وجود داره. یهود چرا بین؟ این آرا که خود یهود هم دارند که در میان شما. خب این هم از سخنان این آقای الوسیط الکر عبدالسلام الاسمر، چاپ لیبی.